صبح خودم با خیلی کجی اصلا ببین کانتمپرریه ما رو چیز کردی میشه موز بخوریم الان خوبه ملچولو چیه میکنی آره خوبه یه ذره دیگه آره آرامت آره بشین 100% میتونی بشینیش اوکی با موجه ای خب سلام به دوستان عزیز امروز هم چیز این سامون با کیید یا بازتر شدید به قول شیرازی ها سگی به انرژی همون داره اون هفته انرژی همون کم بود ها انرژی من که واقعا فکر میکنم اوکی بود نه شما روی مواد دیگه ای هستید جناب کارون خوب هستین شما اپیزود پدره چی شد میخوای توی اپیزود بگیم که همه بشنون اگه آره دیگه نه آخه تلاشمونو کردیم واقعا یعنی اینطوری نبود که اومد که من سر این اپیزود پدر ایده زدم هیچ جای دیگه زدم واقعا تلاش نکردم من یه جوری بغل داشتم رانندگی میکردم که فکر کنم چه جوری پترنو خیلی سخت بود من پیشنهاد دارم حالا ولی بعدش ولی باشد که پیشنهاد تو بنویس رو کاغذ آره آره. یه ذره کاغذ خیس کن خب 80 تا بکن میگم بیش از 7 تا نمیشه اگه بکنی میرسی به ما آره دیدی پهلو بخواب شما پامدم بالا این میفش از کجا میاد چی؟ میفه دیگه 80 تا بزنی به ما 25 تا بس که نه به ما میرسی نه نه حالا 20 تا یه عددی همین کاغذ که داریم میبینیم آره مثل اینکه شما این مشکل حل کنن دیگه رفتیم برای سیارات دیگر رو بتونیم با یه کاغذ بداریم دیگه راضی باشید دیگه اینا دوربینا خیلی چیز شدن من و فرزاد حتی فرزاد نه من خیلی نیمروخم بعد چون نیمروخ خیلی جذابی هم دارم نیمروخ بعد یوتیوب دیدم راضی باش فقط دماغ بود اینطوری نه میزو میتونی من که راضی ام ازت یعنی اجازه بده که بعد رضایت ما واسط مهم باشه من رضایت تو مهیا بشه میتونی مثل صندلی بازی هر کی یه جا بشینه از این به بعد یعنی جایی مشخص نداشته باشیم میخوایم کارو خودم بخانیم. اینجا میشینم که گردنم هی نچرخه آها تو هم خرو میخواد هم خرما آره بیننده اذیت میشه این ضرب المثلش چیه این برام میگه نمیدونم من همه وریشناشو شنیدم آره خیلی اذیت میشم ولی بعضی ادبیتر باشه خدا هم خدا رو میخواد هم خرما رو اولیش که خره نه دیگه اولیشو خره نه نه همین یا خدا و خرما یا خر و خرماست بله خرما ثابت خیلی جالبه آه خرما توش نه به جای اون چیزی که جفتش خه داشت دو تا لغت میخواستن که خه آقا نه خرما خوبه دیگه قاعدتا شیرین و اینا اون خر بده خر خدا بده خر ناراحت شد یعنی خار پشتکم اجازه بده پذیرا نباشم برو روی لاجیکت فکر کن دوباره برگرد الان لاجیک شما برگشت خورد دیدی اون ویدیویی که یارو داره خره رو میزنه بعد 2 دقیقه بعدش نشون میده خره شروع کرده یارو زدن نه واقعا ولی میتونم تصور کنم همچین داستانی واقعیه دوستان عزیز ما برگشتیم با یه اپیزود دیگه من اول بگم که این اپیزودهای ما فصلمون هنوز شروع نشده اپیزودهای ویژه است حوصله‌مون سر میره دور هم جمع میشیم میگیم یه اپیزودم تفریح نداریم آره تفریح نداریم میگیم یه اپیزودم دور هم دیگه جمع کنیم که بگیم بخندیم برها بچه‌ها فقط فرهادو ببینیم خوش میگذره فرهادو بشنویم حتی طول هفته که نه جواب ما رو میده نه میدونی فرهاد الان مثل اون آدمایی شده که باید بذاریش تو عمل انجام شده یهو میرم بالا سرش مثل دیاسپام ده میرم آره ایمان یهو تو مغازه در مغازه رو با لگد باز میکنه نیست و پنکه داری تو مغازه این پنکه ها که روی ببین اون دیسریگاردی که من برای حرفه بچه ها دارم خیلی عجیبه یعنی اون میرم میشینم اونجا دیگه I'm here الان باید منو انترتین کنید معمولا هم سر نهار میرسم چرا جواب نمیدی حالا ببین اکثر اون چیزایی که جواب نمیدادن سر شلوغه ببین خب خیلی من میرم بهش تکس میدم میگم بیا جواب بده یه مثلا یه واسطه باشه تکسایی که دیشب دیروز زده شد و ایمان بهم زنگ زد گفت میخوام چه کاری بکنیم من گفتم اوکی بعد دیگه واقعا نرسیدم جواب بدم یعنی تو اصلا یعنی نر یک دقیقه تو روز وقت نداری اون تکستا رو بخونی چرا ولی اگه داشته باشه میره دستشویی دیگه جواب ایمان رو داده بودم دیگه یعنی دیدم ولی جواب ندادم
چون پس میخونی و جواب نمیدی بیشترش. آره اولویت ها عوض شده. چرا جواب دادن 10 ثانیه؟ نه قسمت های پدرم که حالا بعدم میخوام بگیم. آره اونا هم با مدیریت رو فرزاد بود دیگه، چون بعد یه پدر دیگه دو نفر نمیتونست مدیریت رو کنه، پدر گیج میکرد دیگه. چیزه تو با ما شیر کن چین جانم کلندر رو که ما بوک کنیم روش مثلا بدونیم. آره خودکست میتونه کلندر داره، میتونیم ازش استفاده بکنیم. یه زمانی هم استفاده میشه و ایمان همش روش اشتباه سیو میکرد برای همه ایمیل میومد که ایمان مثلا میخواد با بانک صحبت کنه. آره یه مدت اینجوری شد وقت پیدیکور داره دیگه. به هر حال میدونید دوست دارم بدونید که این کسی که دارین باهاش صحبت میکنید خیلی آدم بیزی. من هم برنامه داری خانوادت بودم ولی من انداختم همه رو ریختم بیرون. هر کی بود دونه دونه از خانوادم. من یک خانواده یک نفرم الان. برای یک نفرم یه بار ایمیل اومد، نمیدونم صبح بود کی بود، ولی ایمیل داری که دیدم یو گفتش که بعد از اذان نو لانگر پارت اف هیز فامیلی. تو رو هم کیک کردم ها، همه رو آخه دیگه نیازی نبود به اون فامیل. اون فامیل رو به نزول بود، داشت سقوطی که آها اینه داشتم میگفتم. این اپیزودهایی که ما داریم میدیم هنوز فصلمون شروع نشده، واقعا فقط جنبه بونس اپیزود داره تا موقعی که ما بتونیم فصلمون شروع بکنیم. دلیلش هم گفتم، حالا بچه ها هم خودم هم حالا کارون درگیر خانواده بودیم، اومده بودن اینجا در خدمت خانواده. That's all I've got for you. ای پوینتی گرفت. آره آره ولی کلا ولی کلا و منم یه دونه دوربین وسط من کامل بیرونم. خب نه یه ذره تو باش. هم میخواد خدا داشته باشه هم خورما هم چیچی قدیم میشد الان نمیشه. خب بزرگ شدی دیگه روش کردی. دلیل داره، به خاطر اینکه ما دوربین اونو الان از دوربین اصلیه داریم استفاده میکنیم. یه دوربین باحاله. دوربین اصلیه لنزی که براش دارم اون لنزی که قبل داشتیم فرق میکرد. اون 12 میلیمتر این 28 میلیمتر رو ما اگه پایه های 16 میلیمتر آره دیگه اون 16 میلیمتر توی اون دیستنس خیلی مهمه. سایز نه یادت نمیاد لنز 16 گرفته بودم میگفتی ما اینو میتونیم بذاریم اینجا هممون توش باشیم. هر دفعه میذاشتیم کارون گفت واجبه وا مگه میشه وا مصیبت. ولی این دوربین خیلی بده که یادم نمیاد وا لنز دوربین. خود ایمان بودیم اون دوران میگفت دیگه ما این دوربینه یعنی واقعا اینجا بذاریم هممون توش میافتیم. یادم میذاشیم روی کافی تیبل میرسی گوش شما سالی 0.2 میلیمتر بلند میشه و اگر جای دیگه ما سالی 0.2 من قدم خیلی بلندتر شده بود به خاطر جاذبه. مثل که گوش سالی 0.2 میلیمتر اگه واقعا جاذبه باشه واقعا چیزای دیگه هم باید بلند بشن. اگه جای دیگه هم بلند میشه کامنت بذار. نه آخه قدیم میگفتن مثلا سایز گوش با سایز یه جای دیگه کورلیتده. بعد من سوال هم این که این 0.2 میلیمتر بلند بشه جای دیگه. من سوال دارم بعد جاذبه چرا رو جای دیگه تاثیر نمیده؟ نه سوالی که این که واقعا رفع سکان داره تو ببینی از کجا داره. خب یعنی شما نه اون کسی که اول رفته یعنی هر چیزی رو رها بذاری جاذبه سالی 0.2 میلیمتر بلندش میکنه. نه آخه اون بعد از خودش یه یونیت جداست میدونی که جدش. من مطمئنم من اعضای دیگه بدن دارم که از گوشم رهاترن. امکان نداره، امکان نداره که چیزای دیگه بلند نشه. ولی اون اولی نفر سالش 1 میلیمتره ولی 16 وقتی 1 میلیمتر خیلی متفاوت. آقا من دارم بهتون از هفته پیش دارم میگم واقعا اداز متر. نه من یه سوال بپرسم، اون اولین کسی که رفته کورلیشن بین گوش و اجزای دیگه بدن رو پیدا کرده توی راهنمایی میگفتن. تو راهنمایی دادش به ما میگفتن یه دونه آمپول هم هست بهتون میزنیم بعد دور حیات بدوید اگر که آره. بالا بیاری داستان داریم آره. براتون. ما دو سال راهنمایی تو ترس هیچ کاری نکردیم ولی ترسیدیم خیلی ها ترس با بعد مثلا یه ها شایعه میشد اومدن آره یه ها میگفتن مثلا کلاس فلان رو بردن تو حیات دارم میدوننشون. چی بود اینا رو کی جنریت میکرد؟ یه مش آدم مریض همیشه قرار بود از ناحیه بیان یه مش آدم مریض که روز داشتن با فیر کنترل بکنن بچه ها رو واقعا اینا برنامه‌ریزی شده است.
ببین بابا یه معلم میتونم قبول بکنم، یه معلم آقای برجسته. اینو من مطمئنم آورده بودم برای شستشوی مغزی. برجسته همون قدش کوتاه. ببین میومد فقط حرف میزد. آره خب. چیز آذری بود؟ نمیدونم. میگو باتری ماشین هم میبرم تو همون با لیف میشورم. نه آها شما اون کلاس چیزه بودی. خب حالا این هر هفته بگو ولی اسم اون یارو چیه؟ شما معلومه تو فرق میکنه. من دنبال اونم. نه مرادی بود. نه 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 مرادی شیمی بود. این خودش تراماه که ایشون گفت شیمی نداشتیم که راه نمایی که دبیرستان اون مرادی بود چیه ولی نه اسم یارو نمیدونم. حالا اینو آورده بودن 100% شستشوی مغزی کنه بچه ها رو. ببین میومد یه دریوری هایی میگو اصلا من خجالت میکشم الان بگم. بگو حالا دیگه معلمتون بوده. خجالت نکش. نه یه خیلی چیزایی بعدا بهمون میگی. آره نه کلا خجالت نه ولی این قشنگ اینو از ناحیه انگار فرستاده بودن بیا تو مدرسه بچه‌ها رو شستشوی مغزی کنه بره. و مثلا اولام رابطش خیلی با من خوب بود. یه جور عجیبی خوب بود. بعد از یه جور با من خیلی بد شد. فهمید که فهمید که تو پانه میدی. معمولا هم چیز نداشت که مثلا معلم بچه با من این عجیب بد شده بود. ذهنت آردی شسته شده. معلم ها رو سرویس میداد. قرون درساشون رو میخوند. ولی این یکی با کاهه خیلی رفیق بود. خب کاهه آدم حسابی بود. هنوز هم هست فکر کنم تو ایران طرف آدمی میگم آدم سواد داشت. یه ست خواب شدیدم خیلی عمیق خیلی خوب. بعد صبحش بیدار شدم سرچ کردم فکر کنم اینستاشم پیدا کردم آقای محمد حسن کاهه. من خیلی دوست دارم ببینمشون. کلا دوست دارین اون بری اون فضا رو دوباره ببینی یا علاقه آره. نداری؟ چرا؟ زن دوست داری بری رشاد رو دوباره ببینی؟ آره حتی الان خراب اصلا نیستش دیگه. جدی؟ چیکار شد؟ همون خونه بستن. چرا بود؟ مدرسه رو بستن دیگه. مطمئنی؟ فکر کنم آره. من یادم آخرین باری که رفتم احساس کردم دیدمشو. شعرم شما میکنم. یعنی لوکیشن رو دیدم احساس کردم هنوز همون خراب شده ای که بود. که میدونم بستنش. خب پس من اشتباه میکنم اصلا. ولی پس اوکی بری مثلا یه همچین چیزی رو دوباره تجربه کنی. اول که برگشتم ایران من رفتم دبیرستانم و دیدم خیلی خاطر کسی هم توش بود. یعنی رفتی با آدم هم صحبت کردی؟ آره یه سری معلم همون بودن مسئولین آموزشی اینا باشون صحبت کردن. خیلی دوست داشتم برم ببینم. بعد یادم رفتم ایران دوستم که میخواستم باشم میگو بابا خبری هم نیست چرا اینقدر مثلا علاقه داری بری ببینی. ولی خب وقتی که میای اینور یه سری مسئله نوستالژیه حس می‌کنی وای مثلا من نسخ این بودم برم مدرسه رو ببینم بعدم برم استادیو همین کار رو انجام دادی. ولی آره من حسه دیگه خیلی نیست دیگه. آفرین قبل از اینکه ببینی حسه هست ولی بعدش و اون اذیت میکنه. حالا بگو جمله تو. من رفتم دبیرستان دیدم بعد بچه‌ها رو نگاه می‌کردم. خب اینا حالا دسترشون تمام کنکور بودن اینا یادم میفتاد زمانی که خودمون توی اون شرایط بودیم بعد چقدر حالا انگیزه و فکر این که آینده قراره چی بشه و اینا نه که نشده شد ولی یه جوری داشتم نگاه میکردم خب حالا این بچه ها هم احتمالاً همونقدر انگیزه و اینا دارن ولی مثلا ممکنه که اونقدر به واقعیت نپیونده و میرفتی بهشون چیز میدادی از این موتیویشن میدادی میرفتی بالا میگفتی منو ببینید داد میتونید رو سن داد من اسمم کارونه بابی رفتی لاس وگاس داد بزنی. خیلی میخندم به این چیزا. منم حالا همین رو میخواستم بگم. منم یه دفعه یکی از این دفعاتی که رفته بودم ایران رفتم معلم مهد کودکم رو پیدا کردم. آره من خیلی چیز بودم خیلی رابطه خوبی داشتم. یادت هست؟ آره خانم مینا مکری خیلی هم چیز بود. خیلی هم خانم با سواد و ساز میزد و یعنی از همون بچگی مثلا میتونستی بفهمی که این فرق داره و بقیه. رفتم دیدمشون و اینا ولی اون نوستالژیه میدینی اذیتت میکنه. یعنی احساس میکنی خیلی سریع همه چی گذشت. میگم اون ببین فکر کنم ماها اینجوری گذر زمانه خیلی اذیت خودمون اشخاص اونطوری نباشه. نه ما ماها که اومدیم اینجا نه پسرا چون ماها با احساساتمون خیلی راحت نیستیم سخته مثلا مرور کنی توی اون شرایط احساسی قرار. تو مثلا چند بار راجع به این حس با بقیه صحبت کردی؟
چابال رو که صحبت نکنه همین دیگه، این باعث میشه که اون حس سنگین باشه. آره، ولی اگه زیاد با بقیه راجبش صحبت کرده باشه اونقدر حس سنگین رقیق میشه. یه من جدیدن کشف کردم. آخه نمیدونم، بعضی چیزا رو هم نمیتونی با هم صحبت کنی. همین دیگه، نمیگم با هم بکنی، ماها نمیکنی. آره. سخته، سنگینه برامون. ولی اونایی که میتونن راحت صحبت کنن. نه آخه نمیتونی، چرا نه؟ با نگاه کن مثلا شبای که خونه ایمان جمع میشیم، دیالوگ راجب چیه؟ مورگج، لوگوی بنز. نه، وقتی سفر هست. نمیدونم. گفت لوگوی. آره خب همش داریم دریوری میگیم. خب یعنی نه که بد باشه. necessarily. آره اونم نیازه آخه. چرا دیگه یه دیالوگ دیسنت ما 100% داشتی نمیاد از خودش بگه. احساس میکنم دیالوگ دیسنت ها یادمون نمیمونه، باور کن. یعنی اون نه آخه اصلا نیومدیم اونجا دیالوگ دیسنت داشتیم. آخه چرا دیگه مثلا حالا بگو پیش میاد میگی. نه حرف من اینه که مثلا ما که جمع میشیم دور هم هیچکی اونجا نمیاد از خودش بگه. نمیگم باید بگم، میگم که خیلی میگه. نه نه حالا اینو این چیزی که تو میگی من فرهاد نمیاد بگه من مثلا سرم خیلی شلوغه، نه به فلان کار زندگیم نمیرسم. اتفاق دقیقا تو نمیای مثلا از خودت بگی، تو نمیدونم از اسباب کشی. نه این درسته، ببین موها خود. ولی من مطمئنم مثلا یه جمع مثلا دخترا جمع شن اونا راحت‌تر میتونن از خودشون بگن و این باعث سلامتی روان میشه. حالا من اینو بگم، ما در مورد این خیلی من مدت صحبت کردم با افراد مختلف و اینا که حالا تو گروه های ما هستن. اینی که حالا گروه دوستی ما اینطوریه که don't ask don't tell کلا، یعنی اینطوری که ماها از همدیگه سوال نمیپرسیم تا یکی اوپن اپ کنه خودش مثلا ایزی بگه. و حالا نمیدونم اوپن اپ نیست یه وقتی که شاید هم دیگه شده. آره شاید هم مثلا دیگه اون موقعی که ببخشید انش میزنه بالا دیگه بچه‌ها مثلا متوجه. آره. آره. این حالا نمیدونم این کالچر حالا گروه دوستی ما است و زیادم اتفاق افتاده. یعنی من هیچ وقت مثلا نمیپرسم با زنی زن به کار میگم خب مثلا چطوری چی کار میکنی مثلا رابطه چجوری فلان و اینا، این سوالت پرسیده نمیشه. و با بقیه که مثلا در این مورد سوال میکنم میگم گروه ما اینطوریه، همه براشون عجیبه. میگن که خب این اصلا مگه داریم همچین چیزی رو شما؟ من خیلی فکر کردم، منم خیلی فکر کردم، من باهاش راه به من گفته میشه همین حرفو، من باهاش راحتم که اینطوریه. میدونی چی میگم؟ یعنی تو خیلی اوید میکنی. من که کلن اوید میکنم. اوید بوده دست پا در آوردم. آره من یه اوایدی بودم که دست پا در آوردم. ولی نمیدونم حالا شاید واقعا این داینامیکه فقط تو گروه ما وجود داره، چون که با تمام کسایی که تو گروه ما هستن همینطوری. مثلا سپر هم حتی اینطوریه. می چنگم یعنی تا خودش نخ، یعنی تا ما یکی از خودمون نخواد در مورد پرسونال صحبت کنیم کسی برینگ اپش نمیکنه. حالا من دلیل خودمو دارم، میگم شاید مثلا یه زخمی باشه مثلا برای طرف الان نخواد در مورد صحبت کنه و اینقدرم اطمینان دارم که مثلا بچهای ما شاید اگر که نیاز به کمک داشته باشن به هم دیگه زنگ میزنن. هم آره هم نه دیگه. آخه ما خیلی دیره وقتی که اون کارو میکنیم دیگه. ولی اینو اون زخم رو بگم، میگی زخمی باشه که نمیخوان راجبش صحبت کنی. آره. همین چیزی که من جدید فهمیدم اتفاقا هر چی راجب زخم صحبت کنی سنگینیش کمتر میشه. تا وقتی راجبش صحبت میکنی یه چیز خیلی غامض نمیدونم پرفشاریه برات. آخه میدونی چیه؟ آره. وقتی در مورد هم صحبت میکنی توی قبلش تو دینایالی دیگه، یعنی نمیخوای قبول کنی که این یه مشکله. خب میشینم یعنی بله. تو فکر میکنی که این تو ذهنت اینطوریه که همینطوری هی میخوای بهترش کنی. یه مشکل وجود داره و واقعا وجود داره، ولی تو وقتی در موردش صحبت نمیکنی احساس میکنی نیست. همینطوری هرچی بهش بی اهمیت میشی، نمیگم از بین میره ها، فقط از لحاظ ظاهری آره پوسپو میشه یه چه دیگه میذاره بیرون. همون داستان اون چیزاست که اون بعد میشه توپو بخوای ببری توی آب، توپ بادی رو تو میتونی وزنتو بندازیش این بره پایین، ولی یه جه که در بره دیگه خراب. آره من هم دقیقا به همین رو فکر میکنم. ولی حالا این که صحبت نمی کنی ممکنه بد باشه، ولی نکته خوبش اینه که هممون خیالمون راحته. اگه یه روزی یه جنازه یه چیزی رو زمین باشه آره میرین جمعش میکنی میاد. یعنی این دیگه انتباه بعضی موقعا میترسم اون گروه رو باز کنم، یعنی ترسم یه نه دیگه انشالله هیچ جنازه ای رو زمین باشه. نه خیال ما از راحته دیگه، کار جای گیر کنه درسته. فرهاد مثلا جواب ما رو نمیده هیچ وقت. آره ولی اگه بده کار در میاره. نه ولی اگه میدونی ارجنت باشه مثلا مینویسه ارجنت میاد. بچه ها لیمیت های همون میدونن. بعضی موقع من برای اینکه مثلا میخوام نگرانی ایجاد نکنم مثلا به فرد میزنم سمای ارجنت، یعنی هنوز نمرده هنوز زنده است.
یه نفسی میرو اگه سری برسی میتونیم اینو زنده نگهش داریم. یه بار که من بنده خدا ایمان تکس دادم ارجنت، بعدش تکس بعدم این بود که پفک نیاز دارم. خیلی نه اونو لغت رو چیز نکن. نه آره بعد فهمیدم که آقا ارجنت رو واقعا بذارید داخل. آره چوبان دروغگو نشی. من چیز کنم بریم بریم تو اپیزود. آره بریم. سلام، اینجا خودکست، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان های این برنامه. در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن. سلام سلام سلام. جونم براتون بگه که این یه اپیزود بونس اپیزود دیگه است. قبل از اینکه ما فصل نهممون رو شروع بکنیم، هنوز به صورت رسمی فصلمون شروع نشده، ولی هر موقع که وقت بکنیم اپیزود ضبط کنیم میایم و مهمان خانه های شما میشیم. فوک در گوشه مهمان خانه شما. آره خلاصه ما برگشتیم با اپیزود دیگه. اپیزود میشه بیایم لفاظی هایی که تو صدا سیما میکنن انجام بدیم. میتونیم آماده شیم معذب مصنوعی تو دور نگاه کنیم، هی از هم تعریف کنیم. آقای دستپاک شما چقدر انسان شریفی هستی. زلال احکام مهندس دارم. خدا بر راضی باشه. این روز داشتم بازی پرسپولیس رو نگاه میکردم با گزارش خیابانی. وای کریم فصل چطور؟ خوبه؟ فصل خوب شروع کردین؟ بازی قبلی که مساوی کردین؟ نه پرسپولیس فعلا خوب نیست. بعد یارو افتاده زمین. خب تو فوتبال رسمه دیگه، مثلا یکی میفته زمین تیم حریف اگه توپ تو پاش باشه میزنه تو اوت برای اینکه بیان خیابانی. بله چون دوستشون رو زمین افتاده بود بازیکنای تیم حریف، با اینکه با هم دیگه رقیبن ولی زدن چون دوستشون روی بابام. اگه داری برای بچه‌های مثلا مهد کودک بیش ما که میدونیم اینا تو زمین هم دیگه رو پشت خار و مادر میدن. بعد اصلا همیشه ما تو حاشیه ایم دیگه. بابا تو گزارش تو بکن خفش دوستش هی تاکید میکنه. حالا من پذیرا این که به آقای خیابانی بگیم. ببین خیابانی اگه شایسته سالاری بود، خیابانی یعنی مینیمم کار تو صدا سیما رو هم نمیتونست بگیره، اینقدر که این آدم نمیدونیم. اجازه بدید که اینو بسپریم به عادل فردوسی پور. باید بیرون بشینه این الاغ. باید یه پیشنهاد داده بودن که تیم ملی با مثلا باشگاه بازی کنه. فامیلتونه شاید یکی فامیلی که از بچه ها باشه. شاید آقای خیابانی اینجا با یکی از کسایی که سری میز نشستن یه رابطه ای داشته باشه. چند روز پیش یه خالی بس اومد گفتش اومد گفت سال نمیدونم 50 و چند تاج و پرسپولیس بازی داشتن، بعد نمیدونم پرسپولیس رو اسکنن تاجی رو دوپینگ کردن، بعد فرستادن فدراسیون اومد تست دوپینگ گرفت، بعد اینا ممکن بود محروم شن تاجی ها. بعد گفت چون دوپینگ کرده بودن واقعا. آره گوشو. بعد گفته بودش که اومدن گفتن نه مثلا 5-6 تا بازیکن تاج توی تیم ملی ان، الان اگه محرومشون کنیم زایست و اینا. از پرسپولیس خواسته بودن که مثلا قضیه رو جدی نکنه. بعد چند روز بعدش خبر اومد اون موقع اصلا تست دوپینگ نبوده این چی دل... بعد وقتی داشت میگفت داشت میگفتش که این هیچ جا ثبت نشده، مدرک امیز، ولی من شنیدم. بابا نمیان رو آنتن دیگه همچین حرفی رو بزنن که نه مدرکی داره نه کسی قبول داره. نه من دلیلش میدونم چرا. ببین دوپینگ معناهای مختلف داره. دوپ اینجا به چیا میگن؟ به تریاک هم دوپ میگن اینجا. خب احتمالا بچه‌ها از چیزایی موقع تست دوپینگ نبوده دیگه، تست اعتیاد نبوده، نمیتونستن بفهمن طرف نشه بازیکن که نشه نمیرسیدم. آره خیابانی برو ساینسی هم دارن دیگه مثل خود ما اینجا زیاد. ببین خیابانی من از که مثلا چند تا شخصیت تو مغزشه، یهو مثلا موقع گزارش اینو یه شخصیت دیگه میاد بیرون کنترل رو دست میگیره یه چیزایی میگه که هایجک میکنه. ولی خب خاطرات خوبی واقع خیابانی هم داشتیم. شما خاطرات خوب نه توی یعنی گزارشاش گزارشای باحال داشته دیگه، همون یه ایران استرالیاش باحال بوده دیگه. بعد اون آیکانی که میدونی یعنی تو همیشه فقط خدافظی میکرد بعدم. ببین این که بعد خدافظی میکردی که اصلا خیلی ها بعد خدافظی میکردن و الان خیلی ها بعد خدافظی کنن، ولی حالا که اصلا دیگه
شاید فامیلی که بچه‌ها باشه نمیدونم. انگلیسی صحبت کنه با مربی اون تیمه. Why your team in World Cup no. ببین چه خیلی پریسایزه این کلمات اضافه. زیبایی زبان انگلیسی همینه. کتاب ترجمه کرده. هرچی من میخوام آقا خیابه هرچی من دارم اینجا خودم به آب آتیش میزنم به قرآن نمیذاری. کوین بود توی آب دی آفرس اونم جمله یه جا دوزیه. نه اگه عادل فرستی‌پور هنوز تو چیز بود شاید من اینجوری اصابم خورد نبود، ولی وقتی مثلا اونو میذارن کنار یه همچی آدم ولی برنامهش فون به دیگر برنامه یوتیوبش رو دنبال میکنی فوتپاسی سرش هست اون باید بره رو آنتن. خب not necessary. نه الان به نظر من الان دیگه مهم نیست برنامه کجا پخش میشه، یعنی آدمایی که نگاه میکنن شبکه سه بودجه بیشتری داری دیگه. یوتیوب مگه چقدر به این پول میده که این بتونه همون تیمو نگه داره؟ خب اسپانسرینا داره ببین داره قطعا، ولی مثلا که اونجا خب اون بودجه خیلی فرق داره. آخه بعد اگه بودجه باشه اینفلوئنس هم هست دیگه. داره. شاید اونطور که باید شاید هم خر رو میخوای هم خورما رو آره امروز اصلا تایتل اپیزود هست هم خر هم خورما. همینطوری هی ما برمیگردیم به این خر و خورما که میذاریم خیلی خنده است. چیا؟ تایتل هایی که رو اپیزود ها میذاریم همه میگن بابا ما گوش داریم مثلا 3 دقیقه راجعه موضوع صحبت کردیم دیگه همینه دیگه. آخه ما در مورد چی مثلا بیشتر از 3-4 دقیقه صحبت میکنیم؟ خیلی کم پیش میاد که پای فرهاد هفته پیش بیشتر از 3-4 دقیقه امکان نه دقیقه یک رو ما فقط 10 دقیقه خندیدیم بهش بقیهش صحبت هار 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 تلویزیون. قبل از اینکه بگو بخشه بگو بگو آخه شما کم صحبت میکنید، وقتی صحبت میکنید من باید خفشم. من بحث آخر پری اپیزود رو میخواستم ادامه بدیم. چمدونا؟ نه اون که قبل اپیزود اون که قصه قبل پری اپیزود. آخه بگی چی بود؟ همین راجع به همین داینامیک دوستی و این صحبت ها. آها دوباره برگردیم به اون. اوه یا حسن I thought avoided it ولی فعلی نه داجه آره شیش اوکی بفهمی. نه میخوام بدونم چی درسته به نظرمون، یعنی من فکر کنم نیازه که بیشتر حرف بزنیم. مردانه یه سمیه دیگه اپیزود رفتن روش بچه. ببین درست اون چیزی که شما زندگی تو اپتیمایز کنی روی سلامت روان و لذت، خب درست این نیستش که تو از خودت یه تصویری به زور ارائه بدی که من آدمی هم که هیچ وقت چه حرف نزده، آدمی هم که مثلا از هیچ کس کمک نگرفته، الان هم حالم خوبه، در صورتی که از درون تو پوسیده باشی. درست اینه که تو اپتیمایز شده باشی روی اینکه شرایط زندگیت یه جوری پیش ببری که لذت ببری. حالا اگه این شرایط با حرف زدن فراهم میشه، با نمیدونم مشاور رفتن فراهم میشه، با هر چیزی که فراهم میشه باید اون سلامت روانه رو برای خودت ایجاد کنی دیگه. اون کاری که ما کردیم و هنوزم میکنیم سلامت روان توش نیست. نه necessarily نمیدونی اینو. خب خودم آره. میگم این خیلی شخصیه، یعنی مثلا شب واقعا حالا من بعضی موقع اینطوری هم که واقعا راحت ترم که در مورد چیزی صحبت نکنم تا خوری زمانش بشه. حالا زمانش تو ذهن من شاید موقعی که انش زده بالا. خب جدی دیگه یا اینکه مثلا زمانش موقعی که هنوز مثلا یه مشکلی فکر میکنم میخواد پیش بیاد میشه میگم، یعنی من با اون حالا سکوته راحت ترم کلن. شاید هم اشتباه از من هممون اینجوری ولی من برای خودم میگم که این درست نبوده، درست کار نکرده. یه نکته که تو این داستانه حالا حرف زدن تو گروه ها اینا هست، خود همون به نظرم خیلی سخته که حالا تو حرف زدن که کلن سخته با یکی دیگه، بعدم بخوای بیای توی گروه در مورد مسئله حرف بزنی به نظرم به مراتب کارو سخت‌تر می‌کنه. آخه گروه هم هر گروهی نیست دیگه، یعنی اوکی بازم مثلا اگه دو نفر با هم باشم فکر به نظر من اگه مثلا من بخوام در مورد مسئله حرف بزنم شاید چه می‌دونم دایرکتلی به ایمان به فرهاد به تو بگم به راحت‌ترم تا بیام مثلا. خب کارو می‌کنی؟ اینم نمی‌کنیم دیگه. شاید حالا این داره صحبت میکنه حالا اجازه بده. نه حالا کلی not necessarily نه واقعا اینطوری که مثلا خیلی وقتا این سوال مطرح نمیشه. فرهاد مثلا اون سه گفتی توی اپیزود یاد خصوصی گفت حالا کدوم از یه خیلی تحت فشار واسه یک سال و نیم بعدش اومد گفت
آها آره. بعد تو بازی ما همچنان اون رفتار بعدمون با فراد ادامه میده، مسخرهش میکنه، اذیتش میکنه. خب میگفتی مثلا حداقل ما اون کارا رو موقع نمیکردی. نمیدونم، اما اونم اتفاق بیفته احساس میکنم از یعنی یه جور دیگه طرف اذیت میشه، احساس میکنی که آدم مثلا رفتار بقیه باهاش عوض شده. میدونی چی میگم؟ اون رفتار معمولیه نیست. مثلا من سپه رو اذیت نکنم شک میکنه به هم. نه سری اذیتت که باید سر جاش باشه، بی احترامی. حالا بذار تعریف کنم که چرا تو بگو بعدا من تعریف کنم که چرا این حرف رو میزنم. نه نه میگم یعنی الزاماً مثلا من اگه بیام یه چیزی با شما به اشتراک بذارم از یه مشکلی که دارم یا یه چیزی که داره اذیتم میکنه تو زندگیت، این انتظار ندارم که حالا شما بخواید جور دیگه با من رفتار بکنی، مثلا ناخودآگاه دیگه. میدونی حداقل اونه که خالی میشم. من شخصیشو بگم اینه که به چند نفر گفتم آقا حداقل اینا میدونن، شاید مثلا شما تجربه مشابه داشتی، میگی آقا مثلا تجربه منم این بوده، میگذره. نه حالا عبارت میگذرم خودش داستانه، این نیز بگذره. خدا رو شکر کنک بدتر از این نشده. بدتر از این نشده و اینا. اون که تو بین چند تا دوست صمیمی و آدمی که میشناسیشون و بهشون اعتماد داری و اینا بتونی والنربل باشید، آسیب پذیر باشی باشون و اینا، چرا دیگه میشه آسیب پذیر؟ نه بده، باز شکننده. آره شکننده باشی. به نظرم میتونه خوب باشه، ولی مثلا اگه تو خودت میتونی این کار نکنی، ولی اگه من این کار رو بکنم تو گروه، آیا تو رو اذیت میکنه؟ منظور چیه؟ یعنی من بخوام بعد یه نکته دیگه هم که داره، اصلا فرض کن ما همون تجربه رو نداشتیم، اصلا حرف تو هم نفهمیم. این که تو خودت وقتی میگی، این باعث میشه ذهنت مرتب بشه. ولی من مطمئنم که اکثر این تجربه، یعنی واقعا همیشه یکی از با تجربه ما رو تقریبا تجربه کرده باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی خیلی کم پیش میاد، همیشه تو ذهنمون فکر کنیم که این دیگه فقط منم. یعنی این مشکل اگه وجود داره فقط برای من وجود داره، من مریضم، من باید برم مثلا بستری شم. هزار تا مثلا انگ آدم به خودش میزنه، ولی واقعا یه ذره دور و برتو نگاه بکنی، با دو نفر صحبت بکنی، میبینی نه مثلا همه شاید توی دیگری‌های مختلف، توی درجه‌های مختلف با این موضوع مثلا شاید دست و پنجه نرم کردن. میدونی چی احساس میکنم؟ مشکلات دنیا کانسیستنت مونده همش از خیلی سال پیش، و فقط آدما دارن جورای مختلف تجربهش میکنن. این که گفتی تو ذهنت میگی من مریضم اینا خیلی جالبه. ببین من جدیداً حس میکنم که کلا که همه این احساسات بد و اینا همش تو ذهن توئه دیگه. بله من که راجع به تو من کسی که بیرونه راجع به تو اینجوری فکر نمیکنه، ما تو ذهن خودمون شروع میکنیم خودمون رو تخریب کردن. حالا چیزی که من جدیداً حس میکنم اینه که مغز بشر انگار یه جاهای زیادی دیولپ شده، خب زیادی قابلیت داره. خب این مغز رو ما کجا لازم داری؟ وقتی داری کار فکری میکنی، مثلا داری درس میخونی، داری کار انجام میدی فلان، بقیه موارد تو خیلی به مغز نیاز نداری. این حرف خیلی ممکنه عجیب باشه دفعه اول که میشنوی، داری بهش فکر کنی. ببین یه فرض کنید مثلا یه کامپیوتر خیلی با قابلیت داری و این کامپیوتر عادت داره که از 100% توانش استفاده کنه، میسوزه دیگه. نه تو یا میتونی خوراک مناسب به این کامپیوتر بدی برات پردازش کنه، یا نکنی خودش اتوماتیک میره میگرده یه چیزی پیدا میکنه پردازش میکنه. این کامپیوتر دقیقا مغز ماست، مغز عادت داره از همه توانش استفاده کنه. نمیتونی تو بشینی یه جا فکر نکنی به هیچی. کار مدیتیشن همینه دقیقا، تو زور میزنی که یه بازه‌ای به هیچ چیزی فکر نکنی. خب حالا این کامپیوتر با قابلیت زیادی که دیولپ شده توی تکامل، تو مثلا نشستی داری تلویزیون میبینی، داری فوتبال میبینی، تو اونقدر توان پردازشی نمیخوای. خب شاید 5% توان مغزت هم کافی باشه اون فوتبال رو بفهمی. این 95% میمونه به چی فکر میکنه؟ به این چیزی که ایمان گفت، من مریضم، من اینجای رفتار کردم اشتباه بود، من اینجا مثلا فلان حرفو زدم. آره اون لحظه مغز تو نمیاد به این فکر کنه به به من چه آدم خوبی ام، چه زندگی خوبی دارم، نمیدونم اوضاع زندگیم خوبه. تو اون لحظه داری به این فکر میکنی وای الان مثلا فردا پولم کم میشه، فردا از کار بیکار میشم، فردا مثلا زنم طلاقم میده، همه اینا. این اون توان پردازشی زیادی که تولید شده اینه که ماها رو میزنه زمین. خب ما نمیتونیم افسار افکار رو دست بگیریم نذاریم بریم، چون که نشخوار میکنه چیزایی که آره. نباید. برای همین من ایدم اینه، این مغزی که دیولپ شده زیادیه، شما فقط یه تایمای خیلی مشخصی از روز به کل این نیاز. ببین دیدی مثلا
من خیلی بچه‌ها شنیدم موقعی که درس میخونن یا کار فکری که میخوان بکنن، خیلی ها میان موزیک تند گوش میدن در حد هوی متال و اینا، یا مثلا کد که میخوای بزنی تو یه موزیک آپ بیت گوش میدی. چرا؟ بخواد اینکه اون کارو نکنی یه بخشی از مغزت آزاده، تو نمیتونی مدام تمرکز کنی، مغزت میره به یه سری چیز دیگه فکر میکنه. اون موزیک تنده رو که میذاری مغز داره اونو پردازش میکنه دیگه، فضای خالی برای پردازش اطلاعات دیگه نه، تقسیم میکنی. اینو بهش فکر کنید. ما بچه که بودیم یه میثی وجود داشت که میگفتن انیشتین از 25% مغزش استفاده کرد شد این. آره. ماها از 1% داریم. نه اون دروغه دیگه، میدونی مغزو گذاشتن، مغزو گذاشتن فلان زیر توی الکل بوده، مغز اینو در آوردن نگه داشتن هنوز داره این پردازشون. نه اون دروغه، مغزو گذاشتن زیر دوزی نکنید، زیر امارای هممون از 100% مغزمون استفاده میکنیم. اصلا اون اونا اگه کودنیم کودنیم دیگه، این دیگه اگه زبان نمیخونید دیگه. حرف من اینه که اضافه است، خیلی اضافه است. حالا شروع کنیم. ما چند روز پیش رفته بودیم فوتبال، بعد من توی تیم مقابل شهروز و سپر و محمدی نبود، محمد شهروز و سپر توی تیم بودن، من توی تیم دیگه بودم. و تیم ما خب خیلی قوی تر بود، مثلا سپر هم واسه دروازه و همینطوری هم داشتیم مثلا به این بنده خدا گل می‌زنیم. بعد من میدیدم که سپر رنگش پریده، یعنی ناراحت شده مثلا به خاطر اینکه خب مثلا داره گل میخوره اذیت داره میشه. من اون موقع اینطوری بودم که آره مثلا من از همه بیشتر اینو اذیت سپر اذیت میکنم، مثلا سر به سرش میذارم و اینا، و اون دنیا سر پر سلاد منو آویزون میکنم به خاطر این قضیه. ولی الان که میبینم این حالش بده، کسی جرئت نداره مثلا به این حرف بزنه، منم خودم بهش چی نمیگم. میدونی چی میگم؟ یعنی من اون موقع مثلا میفهمدم که این نباید مثلا الان اذیتش بکنی. برای همین میگم مثلا من میدونم که حالا با رفیقام مثلا چه جوری برخورد بکنم، وقتی میبینم خودش ناراحته که نمیام مثلا یه سنگی هم بردارم بزنم تو سر بنده خدا. که آره غیر این بود که نه، آخه بقیه این که بقیه داشتن ادامه میدادن، مثلا کسایی که باش نزدیک آره نبودن. نه حالا اصلا مهم نیست، حتی مثلا تیم اونا کلا هر تیم میوازه اذیت دیگه، مثلا از فکری اذیت میشی وقتی که مثلا تیم داره میوازه، حالا هر چقدر هم بازی دوستانه الکی مزخرف باشه. تیم مثلا ما هنوز داشت کوریشو مثلا با اینا ادامه میداد، ولی من میفهمیدم که اینا دیگه رفیقامن دیگه، و میدونم موقعی که دیگه به لیمیتش رسیده دیگه الان اوریج سنی تیم شما پایین بود. اوریج نه آره 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 اوریج سنی تیم ما پایین تر بود. آره داشتن بازی میکردن. آره آره نه نه پایین تر بود، ولی خب اصلا اوریج سنی کسایی که ما باشون بازی میکنیم مثلا رو 25، خیلی جوونن اونا. اونا الان توی اوجشون دارن بازی میکنن، ما من میدونم یه سر کمر رو میگم یا موسی فقط وایس. آره آره ورزش سخت داشتیم قبل از اینکه اپیزود شروع بکنیم، داشتیم در مورد سفر صحبت میکردیم و چمدون بردن و فرهنگ مادرهای ایرانی نسبت به مقدار باری که میتونید ببرید رو داشتیم بررسی میکردیم. من همیشه اینو گفتم، خانواده من شخصا اینطوری هن که اگر که جایی هست برای بردن بار، اون جا باید پر بشه. اصلا مهم نیست که به اون وسیله نیاز هست یا نیست. یعنی مثلا اگه که ما داریم میریم، مثلا داریم از تهران میریم شیراز و میتونیم یه چمدون 20 کیلویی ببریم، مثلا اگه مثلا 5 کیلو توی چمدون خالی باشه، ما همه چیمون هم پیچیدیم، یعنی حتی مبلار هم پیچیدیم، 5 کیلو خالی داریم الان، یه دیلم هم اونجا باشه برداری میذاریم چمدون، یه این 5 کیلو که سهله 6 کیلو ما بهش اضافه میکنیم که حداقل 1 کیلو اضافه بار باید داشته باشه، و اگه نداشته باشه و عصبانی ها، یعنی موقعی که میرسیم مین کانتره یارو میگه خب اضافه بار دارین، ما اینجوری که خب داریم سفر میکنیم، بعد مثلا در چمدون رو وا کردین یه دیلم توشه، بعد یارو مثلا میبینه دیلم یارو اینجوری که دیلمو برش نیازه، شما اصلا تو شیراز نیازه، ما نیاز داریم، چرا اینقدر سوال میپرسی؟ گیر میدن این کسایی که توی مثلا تو فرودگاه اینا هستن، اینا مگه خودشون سفر نمیرن؟ این رفتار اینطوریه، مگه این چنگرم چیکار میکنه؟ مگه آره مثلا هواپیما این بزرگی داره بلند میشه دیگه، حالا اجازه بده کمر کی میگیره به خاطر این یه دونه مثلا 1 کیلو؟
پس نمیدونم که 500 تا از این 1 کیلو یارو بلند کنه، اصلا واقعا کمرش سایده میشه اگه بخواین این کارو بکنید. این رفتار فرهنگی که وجود داره، حالا حداقل توی خانواده ما سه تا و ما خودمون رو نماینده ای از ایران میدونیم و میگیم که همه خانواده های ایرانی یه همچین روشی و برخوردی رو دارن نسبت به این قضیه. فداشتیم سر این بحثی کردیم که وقتی یه سفر، حالا یه پرواز هست که اکثریتش ایرانی هستن دارن مثلا اینجا میرن، واقعا اینو میبینیم توی این ولوله ای که آره. من پنجشنبه فرودگاه بودم، رفتم مادر پدر راهی کنم، اینجوری که رد میشیم مثلا یه عالمه کانتر هست، هر کانتر مثلا 4 5 تا کنار هم مال یه هواپیماییه. خب شما رد میشدی مثلا پرواز لوفتانزا بود، میرفت مثلا یه جایی آدم ها مثلا صف کوتاه، وسایل یه چمدون، یه کریان، خیلی کم از این چرخا میدیدی. بعد مثلا پرواز داخلی که اصلا هیچی خیلی سبک، یهو از دور شما یه صف طولانی میدیدی که این صفه تا دم ایرلاین بعدی اومد، ایرلاین بعدی که هیچ، اونو که کامل پوشونده تا دم در فرودگاه یه صف اومده. خب بعد همه چرخ و ارتفاع مثلا چمدان تا اینجا، اونایی که نمیبینن ولی تا اونجا بعد اونجا متوجه میشی که متوجه میشی این پرواز قطعا داره میره خاورمیانه، یعنی اصلا بدون شک داره میره خاورمیانه. بعد میری دمون کانترا، میری شلوغ، مثلا کیپ آدما وایستاده اصلا جا نیست، قضاوت هم نکن. بعد کانترای بغلی خالیه، یعنی مال یه هواپیمایی که اون لحظه پرواز نداره. میبینی یه سری آدم در کانتر بغلی وایستادن، چمدونا رو وا کردن، شورت و زیرپوش و نمیدونم قرص و اینا رو زمین پخشه، اینا هی یه چیزی رو از این ور میدارن میزنن توی چمدونه دیگه، میرن روی اون کانتر بغلی که خالیه وزن میکنن، یه ذره دعوا میکنن با هم دیگه. چند بار گفتم اینو نذار، هی میگم نخر، برای چی میخری اینا رو؟ لازم دوباره این پروسه هی توی یه لوپی، شما هی این تکرار میشه، هی تکرار میشه. بعد دیگه مثلا تا 3 دقیقه مونده به اینکه گیت اصلی رو ببندن، دما این کانتر این پروازه هنوز آدمه، هنوز آدمه. این چیز دیگه، این چیزی که شما دیدید، همش تراما. آره این پروازه که میرن خاورمیانه اینجوری الان میشه. حالا من جدیدم نشستیدم که ما شاید ایرانی ها بدترین هم نیستیم. وقتی که یه دونه هواپیمایی نسبت به یک کشور اناونسمنت میده نسبت به لاگجش اون بده، لوفتانزا چند روز پیش نسبت به پروازهای به هند یه دونه اناونسمنت داد که حواستون باشه ما همه چی رو چک میکنیم، چه میدونم وزنا رو زیاد نیارید، هواپیما ها پرن، داریم کارگو میبریم و اضافه بارم مثلا چمدونی $600 الان. آره اگه بخوای اضافه ببری اونه که بده. حالا من این خاطره رو فکر کنم چندی ما گفتم ولی بذار الان بگم، این جز هایلایت های زندگی منه. ما چند سال پیش رفته بودیم ایران با خانواده، بعد داشتیم برمیگشتیم استرالیا، بعد مامان من تصمیم گرفته بود که مثلا دیس و بشقاب و اینا توی ایران کیفیتش از استرالیا بهتره، برای همین تصمیم گرفت که بره یه دونه مثلا ست 18 نفره مثلا چیز بشقاب غذاخوری، میوه خوری، سینی، چه میدونم پافیلی، تمام ستی که میتونه مثلا یه دونه چیز داشته باشه، همین ظرف و ظروف داشته باشه، همه رو خرید. بخو اینا وزن داره دیگه، یعنی تو فکر کن مثلا واقعا این همه بشقاب و اینا رو چیکار میخوای بکنی؟ اون موقع همین تریکی که تو میگی و ما استفاده کرده بودیم که بشقاب و اینا قرار بره تو کریان که نشکنه، یعنی همه این ست 18 نفره میرفت تو دو تا کریان. 18 رو واقعا میگی؟ شاید مثلا 12 نفره، حالا 18 نفره، 12 نفره واقعا بود. اینا همش میرفت تو کریان و اینا، ما رفتیم کریانا رو مثلا دادیم واسه که اومدیم این ور، این بشقاب رفت این توی این کریانا، درش بسته شد. بعد خب از ایران که میخوای بیای بیرون، اول باید بری از اون ایستگاه سپاه رد بشی دیگه، جایی که هستم چمدونا رو اسکن میکنن و اینا. سپاه آخره، آخرش موقعی که میخوای بری سر هواپیما باشی. مامان من اینو داد به من، سنگینه دیگه نمی. بعد حالا من با هزار بدبختی اینو تو حرکت دو ضرب آوردم گذاشتم روی این ریلو، این رفته و بخو اونور باز کردن این چمدون.
What the fuck are you doing؟ اینا چیه داری با خودی؟ آره آره خب مثلا اینجا که با هزرد دیگه مثلا این همه بشقاب و قاشق و چنگال داری میبری یه درصد اون دره باز بشه بیافت حالا گوش بده اون که اصلا هیچی نیست فلجی داره بعد من گفتم ببین من هیچ کارم مادر من توی زنانه است بریم بیارید خودش جواب بده اینا هیچ کنوش برای من نیست من واقعا نقش باربر اینجا دارم خلاصه مامان من رو خیلی شاکی و اینا اینطوری که چیه دارم مثلا بشخاب میبرم و اینا خلاصه این آقا اینطوری که خانم اینو نمیتونید ببرید براتون داستان میشه مامان من نه میبریم گفت باشه ببرید و خیلی هم مؤدب بود بنده خدا دیگه ما اینو بلند کردیم گذاشتیم زمین بازار بعد وقتی کشیدیم و اینا و موقعی که میخواستیم بریم سوار هواپیما بشیم ما دیر چکین کرده بودیم صندلی اون کنار هم نبود من توی آیل سمت چپ بودم مامانم آیل دست راست بود یعنی ما توی از دوتا آیل مختلف رفتیم این چمدون سنگینم افتاد دست مامان من بعد من از دور میدیدم یعنی من اینطوری بود که مامانم مثلا میخواست اینو سر کنه بلند کنه بذاره بالا و اینا نمیتونست بعد یه خانم مثلا مهماندار شیک و اینا برای سیزمار امارات هم بود اینطوری مثلا اومد و اینا اجازه بدید من کمکتون کنم و اینا مامانم گفت سنگین و بعد خانم گفت نه نه به این خانم گفت ببین خانم پشت ریخته بود اصلا باورش نمیشه مثل رضا زاده تو حرکت دو ضربین آورد بالا یعنی اول آورد روی سینه بعدم بردش بالا بعد اینو حالا باز بعد مثلا بعدم داشت به مامان من نگاه میکرد یه سری چیزا هم سندوش میگفت و اینا که خانم خیلی سنگینه منم که اونجا میدی اصلا اصلا آشنایی ندادم که مادر من اصلا آقا بماند که ما مثلا سوار شدیم و مثلا داشت پرواز میرفت و اینا یهو وسط این پرواز یهو یه چاله خور این باز شد ببین این فکر کنم 20 کیلو بود اون کریان یعنی کریان خیلی سنگین بود بمب ساعتی بود این باز شد و من می‌دیدم مامان من نصف پرواز اینجوری اینه گرفته بود بعد دوباره توی میکرد یه ما بیا اینجوری دستم پسرم بیا ایمان بیا اینجا بشین دستم درد گرفته در بسته ببین این یه تکو میخور این میومد پایین آخه دیدی نوشته که مکس مثلا کیلویی که مثلا اونجا میتونیم بذاریم مثلا 15 کیلوه مانه من 20 کیلو فقط چمدون خودش بود دقیقه هم خوب گذاشته بودن یعنی راستا 3 نفر دیگه تو اون روه بودن اونجا بعد اون من اشاره میکرم بیا 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 دیگه تا مثلا این بار رسید به چیز این تا این بار رسید به استرالیا ببین ما واقعا پیر شدیم و واقعا اذیت شدیم هم زواز روحی هم فیزیکی ها آقا این ظرفا رو یه بار گذاشتیم تو ماشین ظرفشویی همش سفید شد ببین اینا یه رنگ به اینا نموند آخه بینا مرس حداقل دو بار برو تو ماشین ظرفشویی بعدا سفید شو سفید یعنی یه ذره حتی ردش هم نمونده بود که بگیم اینا مثلا یه ردی داره تو نور بگیری شاید آیکیا اینه همونو بخرید کالای وارداتی بوده اصلا باورت نمیشه بعد الان مثلا میگم بعضی موقع اینطوریه که من یه سری مثلا از ایران که میخوای بیای اینجا یه چیزایی هست که منطقیه مثلا اگه بهت بگن چای بیار مثلا تو ذهنت میگی باشه مثلا چای ایران جز چای برتر دنیاست اوکی مثلا چای من میارم بعد همون چایو وقتی برگردونی دوباره از کانادا هم چایی ببری به ایران اون یه ذره مشکل به وجود اون موقع میفهمی که مشکل چایه نیست مشکل باره است یعنی جای باید اونجا پر بشه برو بیا آره عجب بعد اینم بگم دفعه آخرین باری که من رفتم ایران خب من یه تقریبا کامپیوتر کامل بردم برای یکی از رفیقام همه چی مثلا کامپیوتر اون تو بود و این خیلی پک یعنی حجیم بود ببخشید تلفن داره زنگ میزنه ولی بذار جواب بدم جذاب میشه رو اسپیکری داری صداتم ضبط میشه توی خودکست بگو آه پایینی تو آره من کی میتونم بیا یک شروع کنیم کار دوازده و نیم یک آره دوازده و نیم یک سلام میکنی به پادکست سلام خیلی نهدی خدا چیشم گفتم آها خب خیلی چیزایی که بود حجم یعنی وزن آنچنانی نداشت ولی خب جای زیادی میگرفت و چمدون من خب پر شده بود بعد این چمدونه مثلا آخرش شده بود 21 کیلو و نیم
یعنی مثلا 1.5 کیلو من هنوز جا داشتم. مامان من داشت تو خونه دیوونه میشد که این 1.5 کیلو رو مثلا مامانم توی میکرم بذار من این شامپو رو میریزم توی یه چیز زیپلاک میذارم یک بزنه ببر مامان بزرگش. گفتم مادر من زیپلاک شامپو میگه بذار یک بزنه. نه مثلا این جا میشه مثلا نیازت میشه خمیر دندون ببر مادر من اجازه بده دیگه چیزو دیگه. ولی من با اون 1.5 کیلوی کمتر رفتم و واقعا مادر من اذیت شد. یعنی میتونم میتونستم ببینم اون مثلا ناراحت شدن رو توی بودن. آقا بهشون پیشنهاد بدین شرکت باربری و حمل و نقل مثلا والا اصلا یه جوری. بعد حالا الان خانواده ما به یه بلوغ رسیدن توی سفر لفظ بلوغ استفاده یعنی بعد اون بشخوابا درس نشد. نه نه الان ما به بلوغ رسیدیم که چیزی که شما رو محدود میکنه در سفر چمدونه. اصلا کی این چمدونه؟ آه بقیه جالبه. آره الان خانواده ما با کارتون سفر دیدیم آیدیم کارتون شما بودین اومدین فروزگاه دیدین بچه ها دیدن این صحنه رو. بابای من با 4 تا کارتون از استرالیا اومد اصلا چمدون استفاده. پس یک دونه چمدون دورش تناب می‌بندن. قبلش ببین این الکی نیست، بذارم بهت بگم این پروگرشن. حالا بهت میگم این پروگرشن الکی نبوده. این پروگرشن ما از چمدون شروع کردیم رفتیم به دافل بگ. یعنی ما یه سری از این کیف‌های برزنتی داشتیم که اینا توی پروازه امارات اینطوریه که بهت میگه که تو 30 کیلو میتونی ببری. حالا 30 کیلو رو توی مثلا 6 تا مثلا 5 کیلو ببر. ها میشم میگم یعنی اون تعداد لاگجت مهم نیست، اون بار کلیت مهمه که چند کیلوه. بعد این دافل بگا دیدیم که پاره میشن، بعضی چیزا مثلا شیپ های عجیب اگر که باشه مثلا آره میزنه بیرون و بهش فشار میاد و میشکنه. الان کارتونه، کارتون رو دورش با لباس پر میکنی، چیزایی که مثلا ممکن شکستنی باشه میچینی توش کوشه. و بعدم دورش رو چسب میزنی و بعدم از این بندای برزنتی دورش میبندی. چهار طرف دیگه تکون نمیخوره. یه وقتی مثلا میگه چمدون باز کنید، اون موقع کارتون باشه مکافات کارتون رو باز دیگه کارتون رو باز میکنیم دیگه. چرا دیگه تمام همیشه چسب و اینا همیشه باز میاری با کسی که داری میبری دیگه سیف رو خودت میبری میبری مجبوری. تو چند کیلو سیف میکنید؟ آره واقعا فکر کنم چمدونی 5 کیلو 4-5 کیلو حد در از سیف میکنید. هر چمدون بالاخره آره فقط تایر نداره که بکشید. نه دیگه نه آره همش رو چرخه. نه ولی منطقیه دیگه، جام راحت مثلا دوتا کارتونو میتونی تو ماشین پشت هم بذاری. ولی خب میدونی یه سفر کردن در ایام مثلا قدیم یه کار لاکچری بود، یعنی تو مثلا میرفتی سوار هواپیما میشدی. الان وقتی مثلا هوملس ها مثلا وقتی سفر میکنی یه اون ارجوغور آره ارجوغورش یه ذره میریزه، یه ذره احساس میکنی که این درست نیست. مثلا من اینطوری دارم وسط فرودگاه دارم با کارتون میام. اتفاقا ترند میشه فکر کنم. نه حالا میدونی مشکلش چیه؟ مثلا اینو توی جوامع مثلا غربی اگه مثلا یه نفری که مثلا مال فرانسه است، مال استرالیا است، مال کانادا است، سفید پوسته انجام بده زیاد بد نیست. ولی وقتی که مثلا یه نفر که مال خاورمیانه است انجام بده همه چشما آره همه چشما بهشون مثلا یه ذره عجیب نگات میکنن. توی فرودگاه و اینا کسایی که مثلا مال ایرانن من همیشه سعی کردم که یه سطح لباس بهتری بپوشم که بد نگام نکنن. چون باب قرآن منو تو آلمان لختم کردم، پلیس منو واقعا گرفت زد کنار گفت دادش لختشیم رندوم من هم یه بار آلمان گرفتم. دیروز این پیروز این خانومایی که تو کانتر بود چیز بود چینی بود، بعد ما هم که خب قطعا اضافه بار و داستان برو اونور واس کنه اینا، بعد با یه لبخندی داشت میگفت اگه مثلا شکلاتی چیزی دارید دیگه بذارن شکلات ها رو نبرم. خواستم خانم مشکل ما با شکلات حل میشه، این 15 کیلو بار اضافه که من شکلات نیستش که آمد. نه خب اونم که اونجا کار میکنه احتمالاً
دیده که مثلا تو طول سالها تعداد شکلاتی که میره زیاده. میگه خب ارزون ترین سوغاتی که میتونی ببری تقریبا فکر کنم شکلات دیگه، منطقی، همم خوشحال میشن، همم دوست دارن شکلات اصلی. یعنی ما برامون مشکل ما شکلات حل نمیشه. یعنی مثلا اگه ما موقعی که ایران بودیم اگه کسی از خارج میومد بیشتر دوست داشتیم که ما شکلات بدن تا مثلا هر وسیله دیگه، چون خیلی بیشتر حال میداد. نه احساس میکنم خوب شد پس مامانت واسه سفر دبی اینا اینجا نبودن، چون اونم من هرس خوردم تو که شل رفت. من انقدر من باز رفت میدویدم جور کنم. آره چرا، خب خیلی خوبه، هیچی نداشت و نصف چیزام که بردم استفاده نکردم. آخه نمیکنه حالا. بعد تازه من حالا نصف چیزایی که یاد میاد یه سری چیز بردم که بدم ایمان که ببره ایران. آره. یعنی اینطوری بود که تقریبا برگشتم خالی خالی بود، تقریبا هیچی نداشتم. خیلی خوب بود، میگم خیلی شیک بود دیگه. من هر موقع که بدون اینفلوئنس کسی سفر کردم خیلی شیک سفر کردم. یعنی واقعا خودم مثلا به خودم میبالم که با یه دونه چم بدون اینطوری. دیدی اینا هم چیزت میکنن، تحسینت میکنن، اینا که تو کانتری اینا وقتی میبینن بارت کمه. من دفعه اول که از ایران میومدم دو تا 23 میتونی بیاری دیگه با نمیدونم یه کریان و یه پرسونال آیتم و اینا. من یه دونه 23 داشتم، اون یکی چند دونه این کوچیک تر ورژن کوچیک اون بزرگه بود، 23 هم نبود مثلا زیر 20 بود. یه دونه هم چیز کوله که لپتاپ و اینا توش بود، کریانه نش و قشنگ یارو چیز که تشکر کرد اصلا. این واسه مهاجرتت اینقدر کلا برای مهاجرت همین بود. بعد گفت اصلا همین فقط یاد بگیرید. ببین بعضی وقتا خانواده من که سفر میکنن من نمیدونم چه جوری واقعا مثلا رد میکنن این وسایلو. یه دفعه داشتن از ایران می اومدن، بعد یادمه که برگشتن استرالیا، یادمه که مثلا اینا چمدوناشونی که لب به لب داشتن هر کدوم یه کریان داشتن که اونم مثلا با اضافه بار بود، بعد هر کدوم یه دونه مثلا کولی داشتن که کامپیوتر و مثلا آیپد و اینا اگه داشتن اون تو بود، و پرسونال آیتم یه سنتور هم بابای من برای من آورد. یعنی مثلا سنتور خودش اندازه یه چمدونه و اینو به عنوان پرسونال آیتم دیگه آوردن تو دیگه، چون ساز میشه پرسونال آیتم و میگه چی میگه مثلا فرق میکنه فلوت با سنتوریه چی یاری و سنتوره میکشه بیرون، ساز من اینه مثلا من درام دارم، دارم با خودم پیانو داریم من یه گراند پیانو دارم و دارم با خودم میارم گیتار بیس. بعد یکی از خالهامون استاد این کاراست، یعنی اصلا پکی که میکنه شما مثلا لباس تو چمدون میذارید چیکار میکنید؟ تا میکنید میذارید این اشتباه وکیوم میکنن نه رول واپ بکنید. ما هم یه خاله داریم که استاد پاکیه. بعد این خالم که فرانسه بود من مامان بزرگم میرفت پیشش، بعد خب مثلا مامان بزرگ که میره سفر برمیگردی بر همه باید سوغاتی بیارید، این همیشه مثلا 50 کیلو اضافه بار داشت. این میرفت تو فرودگاه توی اون صف مثلا پرواز که بود نگاه میکرد کی بارش کمه، با اونا صحبت میکرد، یه بخشی از بارو منتقل میکرد به اونا و این ایده همیشه جواب، همیشه مثلا یه پسر جوونی بود که داشت تنهایی میرفت سفر و مثلا خیلی یه ذره چیز دیگه یه ذره مسئولیتش زیاده. خب ولی مثلا میبینن یه پیرزن که دیگه مثلا بوم که یه کوکائین گذاشته میذاره تو چمدون نه تریاک کوپرت میره. برنامه‌ها هستن مال فرودگاه داشتن مال اسپانیا رو میدیدم چه جوری کوک رد میکردن. آره جی کوکو بقیه موارد. آره خب حرف از کوک شد. اسم اپیزود فکر کنم بعد یه چیزی نه همون خر و پدرها رو بگیم و چی دیگه میخواستم بگم، یه چیز دیگه میخواستم بگم یادم رفت. بذارید بگم میبینی حرف زدن چه خوبی ما الان خالی شدین احساسات انباشته نمیشه بخش. حالا من همه اینا رو میگم، مثلا میگم که خانواده من الکی چمدونا رو پر میکنم فلان و اینا، همه اینا قبول، ولی واقعا هنری که چمدون پیچیدن داره من ندارم شخصا. یعنی من الان مثلا اگه بخوام برم مسافرت میرم وسایل هم میذارم پیش شما، اونم میگم شما بپیچ بعدا من میام تعویض میگیرم. واقعا مهارت میخواد. آره. اصلا فرق هست بین اون چیزی که مثلا ما بپیچیم با یه حرفه‌ای، اصلا کلا فرق. حتی لباس تا کردن گذاشتن توی قفسه هم الان مثلا بذاری تو کمدت هم فرق میکنه. و پیچیده ترین تا کردنی که دیدم این ملافه‌ای روی تخته اون که میدی اونو ویدیو داره اصلا. آره ویدیوهاش آدم میبینی یه جوری تا مگه میشه اینجوری. آره. مچالش من دقیقا همونه. یعنی من که نظرم اونه مچاله. دیروز چند روز پیش میخوام بگم که چقدر ذهن من الان درگیره یه سری چیزاست، همه ملافامو جمع کردم ریختم تو ماشین لباسشویی، بعد دکمهشو زدم رفتم جیم.
بعد موقعی که برگشتم مثلا شاید یکی دو ساعتی طول کشید تا من یادم اومد که اینا رو واسه من ریخته بودم و اینا رو من نخستم تو خوش کن. بعد رفتم در ماشین لباسشویی رو کردم و اینا رو شروع کردم ترانسفر کردن تو خوش کن. بعد توی بود که اینا چرا خیلی کم خیسن، یعنی اصلا اینقدر هوا گرمه که اینا اینقدر خوب خوش شدن و اینا. و هرچی پیچه خودم بودم نه من مطمئن بودم که زدم، یعنی قشنگ یادمه که این اتفاق افتاد، چون حتی یادمه که موقعی که درشو بسته بودم یه ذره ملافه گیر کرده بود لای دره، ارور میداد روشن نمیشد، بعد باز کردم و اینا، مطمئن بودم که زدم دیگه. گفتم زدم دیگه، همه اینا رو ریختم تو خوشگون و بعد خوشگونم در آوردم، همه رو گذاشتم چیز گذاشتم، یعنی کشیدم دوباره روی تخت و اینا. بعد دیشب یه سری دیگه لباس دیگه میخواستم بندازم تو ماشین لباسشویی، دیدم که این بازش که یک ساعت بوده سر 54 دقیقه سیست شده، پاس شده، یعنی فقط اینا رو 6 دقیقه شسته بود. بعد دیگه فهمیدم دیگه دیشب خیلی دیر بود، گفتم من رو همینا میخوابم دیگه، اصلا مهم نیست دیگه. آره دیگه ایشالله دفعه بعدی. ولی واقعا نفهمیدم، یعنی تا انقدر ذهنم اینطوری بود که دیگه من 100% این کارو کردم دیگه، نمیدونم چرا من پاس شده بود، هنوزم نمیدونم. پیش میاد ریستش بکن، شاید نمیدونم. آخه من یه تئوری دارم، برقا رفته شاید، مشکل برق آمپری که خونه داره مصرف میکنه ممکنه بالا باشه شاید. ببین اون بازی که گرم شد، مثلا من خونه کولر روشن میکردم، یه روز رفتم در یخچال مذکور رو باز کردم، دیدم یخچال خاموشه، برق توش بود، یعنی چراغ یخچال روشن بود، یخچال خاموش بود. اینجوری زدم تو سرم که وای مثلا کمپرسور سوخت و فلان اینا، کشیدم یخچال بیرون، اون همش هم میگه چه. آره این دیگه یه شل شده، من احساس میکنم. آره مسلطم به یخچال. بعد چیزو درو بردم، برقو درو بردم، زدم به یه دونه دو شاخه یه پریز دیگه، بعد شروع کردم کار کردم. و من ایدم این بود که مثلا اون روز که کولر روشن بوده لود روی خونه زیاد بوده، بعد مثلا اون توانی که مورد نیاز بوده به یخچال نمیرسیده، این واسه این که نسوزه یخچال اومده بوده کمپرسور رو خاموش کرده، چون اتفاق مشابه بر لپتاپ هم افتاد، برق درست بهش نمیرسید. حالا حالت تو هم ممکنه یه همچین داستانی باشه، من این تئوری رو هنوز دارم و تو برق زیادی اون ساختمون خیلی مشکل داره. بحث یخچال که شد، بگید شما تو دوروریاتون شنیدین که دوروری جادو میکنن بقیه رو، مثلا بله. دعا می نویسن بله. میذارن تو خونهشون. تو فوتبال بیشتر شنیدم. نه به جز اون توی نه اتفاقا کجا شنیدم. تو اینستاگرام دیدم و تو چه موضوعی؟ ازدواج و مثلا رابطه و اینا. آره این مثل خیلی قضیه مرسومیه، من از چندین تا دوست مختلف شنیدم که یه دختری یا یه پسری سحر کرده، میره دعا نویس دعا میگیره، بعد این دعا رو تا میکنه میذاره یه جایی از خونه یارو که یارو هم نمیدونه، توی بالشت چند تا زیر سرش باید بذاری چند تا فرهاد میره 8 مثلا. خب بعدن مثلا طرف داره یه جا رو میگرده یهو پیدا میکنه. نه بابا آره اینو من خیلی شنیدم، مثلا یه پسری بود مثلا اکسش چندین تا دعا گذاشته این ور اون ور، و یه وقتی هم مثلا کار میکنه یه وقتی That's fucking scary yo. رمز فیسبوک مثلا. آره حالا بحث یخچال که شد، الان یه عکسی رو بینندگان عزیز میذاری تصویر، منم ما هم میبینیم الان به شما دیگه، ما هم باید ببینیم چون یه ریاکشن احتمال میخواد، یکی واسه دعا جادو پیدا کرده. یه چیزی پیدا شما قبلش اینو ببین. بله خدا میتونم ببینم. او منتظر عکس آقای در یخچال من روز باز کردم، بالای لولاش یهو دیدم یه کاغذی پاش شده، حالا عکسو میبینید دارید میبینید، این کاغذ رو من دیدم، مو به تنتون سیخ میشه. گفتم 100% یکی ما رو سحر و جادو کرده کنه. این کاغذ ها خیلی تو بود، الان نبینم قد. خلاصه یه موچین گیر آوردم من اینو، هی اینجوری کشیدم، بعد دیگه با انبر دست اینا کاغذ رو در آوردم که ببینم این جادوه چیه، ولی باز کردم دیدم یه چیز تکنیکال برای خود یخچال بود، خیلی دقیق مثلا مدار و اینا رو چیده بود دوره همو توضیح داده بود، شبیه دست نوشته نبود، ولی نه اصلا چیز چاپ شده بود، نمیدونم اینو چرا تا کرده بودم گذاشته بودم اون گوش، من اصلا شک داشتم این جادوه اون تو. اینه شاید مثلا
ببخشید ولی شاش سگ نابالغ و اینا ریختن روش گذاشتن، این چیزه کاتالیزور، نه یه دعای دیگه است. تو بگرد. آره تو فعلا بگرد. فکر کنم کار مانی بوده. من به نظرم تو لامینتا رو وا کن دیگه، شروع کن زیر رو. ممکنه زیر اونا باشه. فن بود که تمیز کردی یا چیز یخچالو میگی یا نه فن دستشویی. فن دستشویی بود تمیز کردی یا آیتمی هم بود پیدا کردی توی ماشین لباسشویی؟ بله، لباس زیر نفر قبلی رو من کنار ماشین. بانو بودن؟ بله. بذارید ای بی دیگه نخواهمش دور. تو ژاپن خواهان داره؟ نه، همه جای دنیا خواهان داره. داداش نشستم اینجا دارم به میگه دارم من بهتون، من تجربه است. درست. اگه دعاوی بود خیلی میخندیم. چند روز پیش رفته بودم اپل استور، بعد گوشی من شروع کرد به صدا دادن الکی، مثلا موقعی که دوربینش رو وا میکردم بوق میزد. چه جالبه. بعد رفتم اپل استور، گفتم داداش این داستانش اینو مثلا چه جوری و اینا. همونطور که نشسته بودم منتظر، یهو یکی اومد زد رو شونم و گفتش که من مثلا داشتم با یکی دیگه صحبت میکردم، این طرف رفت و اومد، بعد گفتش که من شما رو میشناسم. فارسی میگفت؟ آره ایرانی بود، یه آقایی بودن به نام سام. بعد شروع کردم صحبت کردن اینا، بعد وسط اپل استور ما با هم سلفی گرفتیم و خیلی یه جوری اصلا یه جوری عجیب، همه اصلا شروع کردم یه جوری نگاه کردن که Who the fuck is this guy؟ یا مثلا اومدم باشته، خیلی uncomfortable شد. ولی راستش بخوای نپرس، یعنی از کم شعوری منه، من نپرسم مثلا از خودکست مثلا میشناسین یا نه یعنی اون موقع توی چیز قرار توی یعنی معذور. آره یه جوری میدونم چی میگی. بعد بقیه شروع کردن سرویس بهتر دادن، یعنی من مثلا قبلش نیم ساعت اینطوری مثلا با سر کج نشسته بودم اونجا، بعد از این قضیه مثلا همه شروع کردن دویدن و فلان و اینا، خیلی حال داد. خلاصه اگر که کارتون جایی گیره، ما خودمون میتونیم بین خودمون بیایم با هم دیگه عکس بگیریم، بیایم سلفی بگیریم و اینا، کارو راه میندازه. من این روشو میخوام این بعد پیاده بکنم، اگر که آره کارم یه جا گیر کرد، بعد میتونیم دیگه مثلا فن بوی وازی هم در بیاریم دیگه، مثلا تعریف کنیم از تو بشنوه. نه از تو بشنوه، مثلا طرف از یه نفر دیگه بشنوه خیلی بیشتر براش جذابه. تو هم تو مثلا میگیم مثلا ما پادکست داریم. آره خب بریم روی موضوع سریال. 1:07 است که داریم صحبت میکنیم. چه داریم سریال؟ من دارم میبینم. چی میبینی؟ همون استرنجر تینگزی که تو روی براوزر میدیدی؟ آره هنوزم رو شب یه روب میبینم ازش. چقدر اپیزوداش طولانیه نه؟ قبلا هم همینطوری. خب جنگ تو هاکفورد چی اسمش چیه؟ هاکینز. همه جا دنیا آرومه، این شهر لعنتی بلایی که نازل میشه از زمین و زمان بلا میاد سر اینا. خیلی باله، دوست دارم. پس رسیدی به گیتار؟ رسیدم، خیلی صحنه رویایی بود. باری که الان من دارم به زنگام میبینم. زنگ قدیمیه نه؟ خیلی قدیمیه. کدوم از طنزه؟ آقا ماشاءالله چیزه عطاران هست و همین طنزه ماه رمضونی بود. نمیدونم مال چه ماهیه. بزنگاه ماهی بود چیزه یا عید. جالبه دیگه. الان زدم تو کارکترش کیه؟ کارکترش کی بوده؟ عطاران مرده حمید لولاییه. آقای حمید لولاییه که سانتافه داره؟ نه پدرشون فوت کرده. نه این پدرشون فوت کرده و پدره مثلا خونه رو فروخته با پولش یه کاری کرده، ولی پوله رو پیدا نمی کنن که کجاست. اینا بالقوه میلیاردرن ولی بالفعل بدبختن. این جمله خودش ها میگه، بدبخت ما بالقوه میلیاردریم ولی بالفعل الان فقیریم. این جوکه خیلی خنده است. آره خلاصه دارم به زنگانه. ببین الان واقعا شرایط روحیم اجازه نمیده چیز دیگه ببینم، یعنی سنگین واقعا تواناییش ندارم ببینم. یا سالهای دور از خانه دارم نگاه میکنم و سالهای دور از خانه همینه که یه کرکتری داره، همین طرف که پایتخت رو بازی کرده خیلی شمالی صحبت میکنه، با لهجه خیلی خوب شمالی صحبت میکنه. یه بار دیگه هم سر اسم ایشون چیز شده. نه اون یکی ارسطو. آره آره نه اون یکی دیگه.
فکر کنم درسته میگه. آره اونی که روش شکم بود توی سیزن پایتخت اون نیست، احمد مهران. آن چی اونه که تیر خورده و رفت برای پلنگ شکار کنه تیر خورده. انیویز ارسطو اون هست و چیز این یکی که میگو ارسطو سپر مگه نمیگو اون از این فیلمه میاد. ما هم سپر اینو دیدیم. آره اونو دارم میبینم و واقعا طنز داره توش، یعنی کمدیه. میدونی چی میگم؟ قدیمیه؟ نه خیلی قدیمیه، ما مثلا 4-5 سال پیشه، ولی واقعا طنز داره. بعضی جاش میفهمی که طرف فکر کرده رو طنزش. آره جالبه. من دارم این سریال ها رو میبینم و هایلایت فوتبال قدیمی، مثلا هایلایت رونالدینیو. آه برای همین یوتیوب میریم لاگین میکنیم همش هایلایت فوتبال نشون میده. تو با پادکست میبینی؟ نه 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 من خودم میبینم. شما چی؟ یه سریال This Is Us اونو شروع کردیم به خاطر که هیچی نداشتیم ببینیم. چیز دیگه دراما و This Is Us سریال خوبیه، مثل این که آروم و آره. من یه سیزن اینقدر همه توش آدم های خوبی بودن نتونستم ادامه بدم. آره ما هم یه سیزن دیگه فکر کنم دیگه بعد اون نتونیم ادامه بدم. خیلی آدم هاش خوبن، آدم اذیت. منظور چیه خوبن؟ خیلی همه آدم های خوبی هن. اخلاقی درس و اینا داره توش خیلیه. خیلی درس های زندگی از سریال میبینم قتل و جنایت توش باشید، نه که آدم ها. حالا جاره با سپر داشتم صحبت میکردم، تمام کاراکترهای سریال بزنگا همشون نقش منفی هن. یعنی یک همه دارن سعی میکنن به همدیگه دروغ بگن، سر همدیگه رو کلا بذارن به نوعی و هیچ کدوم از این نقش مثبتی نداره. نقش مثبت پدر بوده که فوت کرده. خیلی عجیبه، در بین ما نیست. آره خیلی عجیبه که مثلا اینا نقش منفی و دروغ گفتن اینا خیلی اتفاق میفته تو سریال های ایرانی. شما چطور کارجان؟ من یه طنز چیز دیدم، بریتیش دیدم. بریتیش ها دارک بش. کامیدی بش. خیلی خوب میسازن. خب مثلا یه کامیدی که خیلی دارک، بعد فشار میاد به از دارک بودنش، ولی همچنان کامیدی حساب میشه. فرضاً فکر کنم حرفش تمام نشد. نه نه شد. تمام شد. دنبال اسم فیلم هم که بعدم اسمش افتر لایفه. داستان یه مردیه که عاشق زنش بوده، بعد زنش سرطان میگیره و فوت میشه. خدا میمردش. بعد این دیگه هیچ امیدی نداشته برای زندگی، هی فکر میکرده که خودکشی کنه، ولی حالا تصمیم میگیره که حالا براش که مهم نبوده، هر چی که تو ذهنش رو به آدمو بگه. نه. اصلا نایس نباشه اینا. بعد این یه آدم ایتیستیه که مثلا جایی که کار میکنه دورش یه خانمی هست که مثلا به هوروسکوپ و این چیزا اعتقاد داره. آقا این با این بحث میکنه، من باب خودشه. ببین من عشق میکنم یه چیزایی میگه اصلا واقعا جالبه. خیلی دارک میشه، خیلی وقتا هم یه جایش چیز داره، مثلا یه عمیقه، خیلی عمیق میشه. بهش نمیخوره خیلی کامیدی باشه. کوتاه هم هسته تا سیزنه. یکی اینو دیدم، یکی هم چیزیه سریال دانمارکیه بورگن. اینا هم پیشنهاد میکنم اگه سریال سیاسی دوست دارید ببینید. داستان یه خانومیه که لیدر یه حزب ماینوریتی توی دانمارک، یه اتفاقی میفته، این میشه نخست وزیر. خیلی خوش ساخته به نظر من. کلا من سریالایی که اروپایی ها میسازن حس میکنم خیلی باش راحت ترم تا سریال جدید آمریکایی. قدیمی های آمریکایی فوق‌العاده بودن، ولی جدیداشون حس میکنم اروپا چیز شده، سبقت گرفته. مثلا چونم اون مانی هایستی که دیدیم اون اروپایی خیلی خوب بود، پیکی بلایندرز خیلی خوبه، این برگه من واقعا دارک هم اروپایی بود دیگه. دارک اصلا اون که اول نیست. این بیتوینرز رو دیدین؟ ده این بیتوینرز اونم جالبه. چه ژانریه؟ کمدیه، ولی مال چیزه، مال انگلیسه و خیلی جذابه. یعنی از اوناست که مثلا خیلی مثلا اتفاقات احمقانه عجیبی توش میفته، بعد لهجه ای هم که اینو صحبت میکنن خیلی غلیظه، از همه طرف تو رو شوک میکنه. آره به من خیلی وقت پیش، خیلی قدیم دیدم، خیلی هم قدیمه، مثلا مال واقعا مال 20 سال پیشه، ولی ببینین جالبه. ایناست که خیلی سکشواله، مثلا فکر کنم امریکن پای سریالی مال چیز، مال انگلیس. آره خوب میسازن، خیلی خوب میسازن. من احساس میکنم کمترم خودشون رو سانسور میکنن. یعنی الان
توی مثلا آمریکا حتی شاید همین الانم اون پولیتیکا کارکنسه یه ذره بیشتر غالبه اینجا، آدم ها یه ذره بیشتر مراقبن که حرفی که میزنن از همه طرف آره مثلا این سنسیتیو نباشه. اونجا تو اروپا چون حالا مسائل مربوط به دین و اینا خیلی وقته که میشه راجبش صحبت کرد و نقدش کرد و اینا، سالهای سال خیلی جلوتر از آمریکا، آمریکایی‌ها خشک مقدس‌ترن دیگه. اون ور یارو ATS مثلا یه بحثی باد میکنه خیلی هم دیپ میشه یه وقتایی شو، ولی اینو مثلا تو چیزای آمریکایی ممکنه حالا حداقل الان خیلی کمتر میبینی دیگه. این بورگنو که میگم سیاسیه، مثلا اینو من تو ذهنم مقایسه میکنم با ساکسشن. ساکسشن مثلا سریالی که خیلی معروفه، همه میبینن، من نتونستم از یه حدی بیشتر ببینمش، چون مثلا با هیچ کاراکتری ارتباط برقرار نکردم. ولی مثلا این بورگن خیلی جذاب برام گرفت. رو سیزن جدید سیزن اومده و انیمال کینگدامو کسی دیده؟ من دیدم. انیمال کینگدام دیدین شما سیزن جدیدشو؟ سیزن یکیشو؟ سیزن جدید نه نه نه، ولی من فکر کردم تو اون سریالو ول کردی. ببین خیلی توش استرس میده، یعنی من واقعا من موقعی که داشتم میدیدم این سریال واقعا آدمو اذیت میکنه از لحاظ فکری ذهنی. دیگه فکر میکنه اینجا تواناییشو نداشتم که ادامه بدم ببینمش. از همون میومدم بیرون مثلا لخ بودن نه اصلا مقدار دراما و استرسی که پروژه‌ای که اینا مثلا برمی‌داشتن، دوزیایی که می‌خواستن بکنن و اینا خیلی اذیتم می‌کرد. بعد رابطه‌ای هم که بین کاراکترها بود بازم اون خیلی تنشنش خیلی بالاست، یعنی تو موقعی که میشینی تنشن بالا رو نگه می‌داره تا موقعی که تمام میشه و تو بری اپیزود بعد هنوز دوباره این تنشن همین بالا هست. میگم با مثلا بات باز نمیذاره آروم بشینی دو دقیقه و واقعا مزاز خیلی دوست دارم. سیزن جدید ذره شل گرفتن ولی بازم اونو داره و من مثلا این رابطه رو اون درسته اون من این رابطه رو توی مثلا توی بعضی دوستام دیدم، این رابطه مثلا خانوادگی و و این خیلی بیشتر اذیتم می‌کرد. آشفتگی مثلا عجیبه. پریکوئل گیم آف ترونز امروز ریلیز میشه، امروز یا فردا. آره. به نام خود کارون گیم آف ترونز پریکو. نه گیم آف ترونز باحاله. The Wall اسمش یادم نیست. 21 که امروز یا فردا؟ فردا فردا کریو. من اینو نمی‌دونم نیستید ولی پریکوئل گیم آف ترونز. من اینو تازه‌م فهمیدم. آه بگو ببخش. 200-300 سال پیش قبل از گیم آف ترونز داستان تارگریان است. هاوس تارگریان. آره. جالبی یه سریال الان دارن می‌سازن برای چیز لورد اوف رینگز. کسی دیده ارباب حلقه ها رو؟ من واقعا زشته ولی شنیدم. نباید بگی نه نه نه، یه ژانری که واقعا باید با اون ژانر حال بکنید تا بتونید ازش لذت ببرید، چون مثلا سه تا فیلمش 24 ساعت فکر کنم یه اکستندد ورژنشو ببینی خیلی طولانیان. ماراتون الان داره سریالش درست میشه که پرهزینه‌ترین سریال دنیاست به نام همون لورد اوف رینگز فکر کنم. آره اسمشو بهتر کال سالو کسی دید؟ من چند قسمتشو دیدم. من دیدم. اسمش هاوس آف دی دراگونه. آگست 21 فردا میاد رو پرده. کامپوزرش هم رامین جوادیه. ایول. آره رامین جوادی کار جمع. ولی بهتر کال سال باحال باحال بود. من اونا خیلی تعریف میکنن. چی بهتر کال سال؟ تو چی دوست داشتی؟ با کاراکتر رابطه برقرار نکردی؟ نه 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 اتفاقا چرا؟ ولی توی بریکینگ بد باهاش رابطه برقرار کردم. دیگه نیچی میگم اون یه سری از کارکتر هستن که توی ذهنت یه چیزی ازش میسازی و با اون خیلی حال میکنی، بعد که مثلا یه سریال در مورد خود اون کارکتر میاد این هی عوض میشه، بعد اون حسال اولیت هم ازت میگیره. ولی خب اونا هم خیلی ریسک کردن دیگه، بعد بریکینگ بد اینو ساختن خیلی ریسکی بود که مثلا آره بابا رو میخواین یه سری بگیم که چی شد؟ آها نگفتیم مثلا. آره ما خیلی در تلاش بودیم که یه اپیزود با پدرهای بچه ها و پدر خودم بریم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه خب حالا پدر من و پدر فرزندان اینجا کار میکردن و پدر من مسافرت بودن، بعد پدر شما مسافرت بودن، کارون مسافرت بودن، خیلی سخت شد. یعنی ما چند روزم حتی ستاپ کردیم که بیایم ببینیم همدیگر رو، یه سری مشکلات پیش اومد و متاسفانه این سفر یاری نکرد. خیلی پیچیده شده.
قرار بود یه روزی شنبه ضبط کنیم، بعد اون روز پدر من نتونستن. آره بعد دیگه افتاده بود به این که یا سه شنبه شب یا چهار شنبه شب ساعت 10:30 شب خیلی اسپسیفیک بیاریم ضبط کنیم. نه خب پدر من 2 تا 10 کار میکردن. نه میدونم آره. خیلی پیچیده شد. یه روزش اومدیم چیز کنیم، پدر فرزاد اینا پدر شما هم هست نمیتونست حالا یکی خطا کنه. نه همون روزم من دوباره گفتم اوکی شاید بتونم بابا رو پوش کنم، بعد ایمان تکست داد نه مثلا بابا دیگه اونجا نمیتونست. خیلی فشار، من واقعا تا حالا برای هیچ چیزی اینقدر آره خیلی عجیب بود. خیلی سعی کردیم. بعد میگم این حداقلش این بود که برای من یه ارزش متفاوتی داشت. شما همیشه دوست داشتم با پدر بزرگم یه اپیزود ضبط کنم که دیگه متاسفانه نشو، ولی اینو خیلی دوست داشتم که اتفاق بیفته و اینا نش، ولی قول میدیم که در اولین اتفاق قول میدیم که در اولین فرصتی که در واقع این دوباره پدرها در یه قاره جمع بشن. خیلی خنده میشه فکر کنم اصلا پدرم من راجع نمیدونی دیگه اینو میگی خنده شد ولی خیلی سخت بود میرسوندیمش، یعنی بعد یکی مدیریتش میکرد. کل این تایم سوال پدرم از من این بود که راجبه چی باید صحبت. آره حالا چی هست؟ بله بله من هم همین بود. مثلا ما آمدن گفت خب بشین یه قسمت اپیزودشون ببین بابا اون چی، خب ما که نمیتونیم اینجوری راجبه این موضوع اینقدر راحت نیستیم همینجوری میکروفون بگیم. آره باید مثلا سوال جواب می بود احتمالا ما پشت دوربین با وای می‌سازیم. آره من اینطوری تو ذهنم چیده بودم که اول مثلا یه استارتی بزنیم و بعد خودش این ادامه پیدا میکنه احتمالا، یعنی تو فقط بعد اون نمیدونی 5 دقیقه اولشو چرا حداقل چیزی که یه سری سرپس نیاز داشتیم. آره سوال لازم بود کنیم. اولشو اگر که استارتشو می‌زدیم من زیاد با پدر کارون معاشرت نداشتم، ولی در توانایی که در پدر شما و پدر خودم دیده بودم میدونستم که این میتونست ادامه پیدا بکنه. من میدونم میتونست ادامه پیدا کنه ولی میرفت رو موضوعاتی که ما راحت نبودیم پخش کنیم. بی بوله برگرم خب اون رو میذاشتیم تو پیتریان. من میرفت روی این که چه شرایطی پیش اومده که آدم مهاجرت میکنن. آره قراروش دابل کلیک میکنن. نه من بیشتر دوست داشتم که مثلا در مورد این صحبت کنن که خب از اینکه پسرشون دارن یه همچین برنامه‌ای تولید میکنن مثلا نظرشون چیه. اینم خودخواهی ماست که ما دوست داریم اونا چی بگن، بعد بذاریم ببینیم خودشون چیکار میکنن. آره ولی خب دستمون بسته، میخوای من هر چی دلم میخواد اینجا بگم. نه مثلا ایمان میگه، ایمان جالب میگه، ولی شاید دوست داشته مثلا راجبه گلگیا حرف بزنه. آره سه سال میدونم چی میخوای بگی ولی نه حتی هم میرفت روی موضوع. ولی پیشنهادی که دارم واسه دفعه بعدی که جواب بده میدین چیه؟ no. یه گروه ستایی بزنن با هم یه تایمش برسن بیان اینجا با هم. نه با من اصلا آدم گروهی نیست. آخه نسل ما با نسل اونا فرق داره، اونا یه مدل دیگه میخوام. من حتی این سری یه ساجشن واسه تایم این بود که میخواستم ببینم چه ساعتیه پروازشون، اگه مثلا شب پنجشنبه بود ما صبحش بیایم. در این حد هم دیگه اونو پیشنهاد ندادم. اون نسل دیدید خیلی حالا تو نسلشون هم یه ذره نسل جوان متفق. آره ولی خیلی با حوصله‌ان. مثلا یه موضوعی رو که میخوان راجبش صحبت کنن، این موضوع یه دونه پیشغذا داره، یه بادی داره و یه کانکلوژن. اصلا نسل ما همچین حوصله‌ای رو نداره که انقدر مثلا به موضوع بپردازه، ذهن رو آماده کنه. خیلی متفاوته، خیلی فرق داره. من داشتم چند روز پیش به سری قضیه داشتم به این فکر میکردم که مثلا کسایی مثل آقومشهی که میرن سخنرانی میکنن خیلی طرف خیلی نچراله، یعنی موقعی که مثلا داره صحبت میکنه تو احساس میکنی که بعضی از مثالایی که میزنه یه هویی مثلا اومده تو ذهنش، ولی انقدر اون مثال دقیق و مثلا منظمه که مطمئن میشه این یه اکته که داره اتفاق میفته. یعنی قبلا این اسپیچه صدها بار تمرین شده، این مثاله مثلا به صورت نچرال تمرین شده که مثلا بیاد و اینا، و این واقعا قدیم اینطوری بوده، یعنی درستش هم احتمالا همین بوده. ما الان میشینیم مثلا پشت میکروفون میگیم خب ببینیم به کجا برسیم، ولی چیزایی که ما توی مثلا ما دیدیم موقعی که بچه بودیم و پدرای ما مثلا باش بزرگ شدن یه استراکچر کاملا متفاوته، برای ما الان فرق کرده. اون موقع فعال بگو ببخش نه زیاد بفهم
روشن میکنه اون بگو بگو هیچ که ما فعالیت زیاد داریم برای انجام دادن. خب این فعالیت زیاد و خیلی از این فعالیت ها چون اعتیاد آورن باعث شده که ما حوصله‌مون کمتر باشه. قدیم اولا انقدر فیلم و سریال و بازی و نمیدونم تفریح و اینترنت و گوشی و اینا نبود، آدم خب بیشتر وقتشون با همدیگه صحبت میکردن. بعد اون صحبته خب باید یه جوری پرش کنی دیگه، مثل من نمیتونی مثلا یه هوی تهشو بگی مثلا بذاری بری، برای همین باعث میشه اون حوصله زیاد بوده، میپرداختن به موضوع. فلان ماها اصلا اون روز بیچاره فرهاد توی اپیزود یه ذره داشت طول کشیده بود به اون نتیجه آخر برسه، ما اون بی حوصله شد، اون داداشش گفت چرا تموم نمیشه این داستان. خیلی باید سریع لقمه رو بزنید دهن بچه‌ها جانم، خیلی باید سریع لقمه رو بزنید دهن بچه‌ها. بله وگرنه باز هم میافت. درست دیگه انرژیاتون اسمم افتاده. نه من واقعا دیگه نوکرتم دیگه، واقعا دیگه نمیتونم. من هر چی داشتم توی طبق اخلاق. ولی این اپیزود فکر کنم کارون یه فورشادو داد واسه یه سیزن بعدی، دوباره فکر کنم میخواد ببرتمون رو مغز و نه اتفاقا یه برنامه دیگه ایده الان رو نمیکنیم. فکر میکنیم که مثلا تا آخر سپتامبر شروع کنیم. روزی که شما اینجا باشید ما میتونیم شروع کنیم. همه آره همه آره. شما الان آماده و سمون بود آره وایسادین تا من بیام. استاد بود تو گروه شما چیو کدومو لیترالی الان ما لیترالی شما که باشید ما شروع میکنیم. من بعد از سپتامبر چیز از شب قبل بیام. چی شد؟ اولش یه گل لیترالی بعد دیگه خندش گل. خیلی بعد کسی که در نگاه میکنم یه خود فاک آر دیس کت. نه اینسایت جوک نیست، یه ویدیو رو اینستاگرام بود که طرف لیترالی رو میزد به میدونم مثلا به گوگل ببینه پرونانسیشنش چجوریه، بعد اولش میگفت لیترالی، بعد سعی میکرد عده اون رو در بیارم. تو فرستادی رو انجست ویده بود اینو نایدیم. یه دونه ویدیو دیگه هم بود که طرف میگفتش که بابا ببخشید من بازم مذارت خواهم، میگفتش که آب به این قشنگی حداقل توش نرینیم، من تو آب بودم یه انو مجازه و طرف احتمالا یوبس بوده بافتش عوض نشده بود تو این آب. کجا فرستاده بودی اینو؟ میخواید پدراتون بیانید تو این خودکست که انجسیده محیط رو مهیا کنید. کسافت زدید. اگه کاری ندارین که اپیزود ببندم، یه ساعت و نیمه داریم چه رو برمیگیم. با پری اپیزود یه ساعت و نیمه میخواید دوتا بدیب که قطع چکون بشه؟ نه نه بچه ها بونس اپیزود ها رو دونه دونه بگیرن. ولی من خیلی نسخ بودم که بیایم ضبط کنیم، نمیدونم شما اینجوری بودید یا نه. خودم خیلی خاشی ذره دوست داشتم بیشتر صحبت کنی. نسخ بودی؟ نه همین دوره همی و همین ایمان نظرم که این رکورد بخوره خودش میس کرده بودم. دو تا چیز بگو پس. چی؟ یه چیزی بگو. منو تو نمیذاریم آخه. آقا من سمون بگم بگو دیگه. نسخ بودی؟ نه خب همین دوره همی و همین به هر حال یه سله رحم خودش فازی داره که ضبط کردن ریلیز کردن کامنت هایی که میاد سلش کجاست؟ چی؟ سلش خشید نداره. سله کجاست؟ سله رحم نشون بده کجای رحم میشه این که موزه. خب خیلی دارین شعر رو میگیم. آقا دمتون گرم که تا اینجا با ما بودیم. آره شما برگردی ما آماده ایم. من قول میدم که آخر سپتامبر شروع کنیم و یه فصل مرتب و منظم و پرفشار و منسجم رو بریم. دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام، توی تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر می‌خواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشین توی تمام فضای مجازی می‌تونید به ما مسیج بزنید، ما تا جایی که بتونیم جواب شما رو میدیم. ما میریم و انشالله شاید هفته بعد با یه اپیزود بونس دیگه برگردیم. ما که هستیم فعلا. خدافظ. خدافظ. من با بگی عالی میشه. خدافظ.